فصل 6 پذیرش و تسلیم. هرگاه توانستی نگاهی به درون خودت بیفکن و ببین آیا ناآگاهانه بین درون و بیرون، میان وضعیت خارجیت در این لحظه، در جایی که هستی، با فردی که هستی یا کاری که انجام می‌دهی و افکار و عواطفت تضاد ایجاد می‌کنی، آیا می‌توانی احساس کنی هنگامی که از درون با آنچه که هست مخالفت می‌ورزی چه اندازه درد می‌کشی؟ وقتی که متوجه این نکته شدی، درک خواهی کرد که اکنون آزاد هستی تا این تضاد بی‌حاصل، این جنگ درونی را کنار بگذاری. اگر قرار بود واقعیت درونی خود را هر لحظه به کلام بیاوری، چند بار در روز باید می گفتی نمی خواهم در جایی که هستم باشم؟ هنگامی که در جایی که نمی خواهی باشی هستی، راهبندان، محل کار، سالن انتظار، فرودگاه یا کنار اطرافیانت چه احساسی داری؟ البته درست است که خوب است از برخی مکانها خارج شوی و شاید برخی اوقات مناسبترین کار برایت همین باشد. اما در موارد بسیاری این انتخاب را نمی توانی که خارج شوی. در همه آن موارد من نمی خواهم اینجا باشم نه تنها بیفایده بلکه مخرب است و موجب ناشادی تو دیگران می شود. می گویند هر جا که بروی آنجا هستی. به عبارت دیگر تو همیشه اینجا هستی. آیا پذیرفتن این موضوع این همه دشوار است؟ آیا واقعا نیاز داری به همه دریافت‌های حسی و تجربیاتت برچسب بزنی؟ آیا واقعا نیاز داری که رابطه واکنشی دوست داشتن و دوست نداشتن را با زندگی داشته باشی و تقریبا همواره با شرایط و مردم در تضاد باشی؟ یا این فقط یک عادت ذهنی عمیق است که می تواند تغییر یابد؟ لازم نیست کاری انجام دهی، فقط اجازه بده که این لحظه همان گونه که هست باشد. نه عادتی و واکنشی منیت را تقویت می کند و بله آن را تضعیف می نماید. هویت شکلی تو یعنی منیت نمی تواند در تسلیم دوام بیاورد. آنقدر کار دارم؟ بله، اما با چه کیفیتی کار می کنی؟ رانندگی کردن تا محل کار، صحبت کردن با مشتریان، کار کردن با کامپیوتر، انجام کارهای متفرقه و روبرو شدن با موارد بیشمار زندگی روزانه تو را تشکیل می دهند. در کاری که انجام می دهی چه اندازه کامل هستی؟ آیا آنها را با حالت تسلیم انجام می دهی یا غیر تسلیم؟ این نکته موفقیت تو را در زندگی تعیین می کند، نه مقدار تلاشی که می کنی. تلاش نشانگر فشار و خستگی است. نیاز رسیدن به نقطه معینی در آینده یا رسیدن به نتیجه خاص. آیا می توانی جزئی ترین مخالفت درونی را در برابر کاری که انجام می دهی تشخیص دهی؟ این انکار زندگی است و بنابراین ممکن نیست نتیجه واقعا موفقیت آمیزی داشته باشد. اگر می توانی این مخالفت را در خودت تشخیص بدهی، آیا می توانی آن را کنار بگذاری و در کاری که انجام می دهی به طور کامل آنجا باشی؟ یکی از استادان زن جوهر زن را اینگونه تعریف کرد: انجام دادن تک به تک کارها. انجام دادن یک کار در یک زمان به این معناست که در آنچه انجام می دهی به طور کامل باشی و توجه کاملت را به آن بدهی. این کار کردن در حال تسلیم و عملی با اقتدار است. هنگامی که آنچه را هست می پذیری به سطح عمیق‌تری می روی، جایی که حالت درونی تو و نیز
مفهومی که از خودت داری دیگر به داوری های خوب یا بد ذهن وابسته نیست. هنگامی که به هستن زندگی بله میگویی، هنگامی که این لحظه را همان گونه که هست میپذیری، میتوانی وسعتی را در درونت احساس کنی که عمیقاً آرامش بخش است. در سطح ممکن است از هوای آفتابی شاد شوی و از هوای بارانی اندوهگین. ممکن است از بردن 1,000,000 دلار شاد شوی و از باختن همه داراییت اندوهگین. اما دیگر نه شادی و نه اندوه چندان به عمق وجودت راه نمی‌یابند. آنها امواج کم عمقی در سطح وجود تو هستند. شرایط بیرونی از هر نوعی که باشد زمینه آرامش درونی تو دست نخورده باقی میماند. بله به آنچه هست بعدی عمیق از درون تو را آشکار میکند که نه به شرایط بیرونی وابسته است و نه به وضعیت درونی افکار و عواطف پیوسته در تغییر. هنگامی که متوجه طبیعت ناپایدار تمامی تجربه ها بشوی و به این نکته پی ببری که جهان نمیتواند هیچ چیزی به تو بدهد که تا ابد ارزشمند باشد، تسلیم برایت بسیار ساده تر میگردد. آنگاه باز هم با افراد معاشرت خواهی کرد، در تجربه ها و فعالیت ها شرکت خواهی جست، اما بدون خواسته ها و ترس های خود خود محور، یعنی دیگر برایت ضروری نیست که وضعیت، شخص، مکان یا رویدادی حتما تو را راضی و شاد کند و به طبیعت گذرا و ناقص پدیده ها اجازه وجود می دهی. معجزه در این است که هنگامی که خواسته غیر ممکن خود را کنار می گذاری، هر وضعیت، شخص، مکان یا رویدادی نه تنها رضایت بخش می شود بلکه هماهنگ‌تر و آرامش بخش تر نیز می گردد. آن زمان که این لحظه را به طور کامل پذیرا شوی و هنگامی که دیگر با آنچه هست جر و بحث نداشته باشی، وسواس فکر کردن کاهش می‌یابد و سکونی هوشمند جای آن را می‌گیرد. در این حالت به طور کامل آگاه هستی، اما ذهن به هیچ عنوان برچسبی بر این لحظه نمی‌زند. این حالت عدم مقاومت درونی در آگاهی نامشروط را که بی نهایت از ذهن بشر بزرگتر است به روی تو می‌گشاید. آنگاه این شعور عظیم می تواند خود را از طریق تو ابراز نماید و هم از درون و هم از بیرون یاریت کند. به همین دلیل است که اغلب با رها کردن مقاومت درونی وضعیت بهبود می یابد. آیا می گویم از این لحظه لذت ببر و شاد باش؟ نه، چنینی بودن این لحظه را مجاز بشمار. همین کافی است. تسلیم. تسلیم به این لحظه است، نه به داستانی که این لحظه از طریق آن تفسیر می شود و سپس سعی داری به آن تن در دهی. برای نمونه ممکن است نقص عضوی داشته و دیگر قادر به راه رفتن نباشی. وضعیت همین است که هست. شاید ذهنت داستانی با این مضمون بسازد: حاصل زندگیم این بود و آخر و عاقبتم به صندلی چرخدار افتاد. زندگی با من خیلی ظالمانه و غیر منصفانه برخورد کرد. حق من این نبود. آیا می توانی هستن این لحظه را بپذیری و آن را با داستانی که ذهن پیرامون آن را ساخته مخلوط نکنی؟ تسلیم هنگامی می آید که دیگر نپرسی چرا این اتفاق برای من افتاد؟ حتی در به ظاهر دردناکترین و دشوارترین وضعیت‌ها نیز خیر عمیقی نهفته است. هر فاجعه‌ای بذل لطف را در بر دارد.
در طی تاریخ زنان و مردانی بودند که در رویارویی با زیان‌های بزرگ، بیماری، زندانی شدن یا مرگ قریب الوقوع، وضعیت به ظاهر ناپذیرفتنی را پذیرفتند و در نتیجه به آرامشی دست یافتند که از همه درک‌ها بالاتر است. پذیرفتن وضعیت‌های ناپذیرفتنی بالاترین منبع خیر در این جهان است. وضعیت‌هایی وجود دارند که هیچ پاسخ یا توضیحی در توجیه آنها وجود ندارد. زندگی بی‌معنی می‌شود یا شخص دردمندی از تو درخواست یاری می‌کند و تو نمی‌دانی چه کنی و چه بگویی. هنگامی که به طور کامل بپذیری که نمی‌دانی، تقلا برای یافتن پاسخ از طریق ذهن متفکر و محدود را کنار می‌گذاری و آنگاه شعور والاتری می‌تواند از طریق تو عمل کند. در این حالت حتی فکر می‌تواند از آن وضعیت بهره ببرد، زیرا شعور والاتر می‌تواند در فکر جاری شود و به آن الهام دهد. برخی اوقات تسلیم به معنای کنار گذاشتن تلاش برای فهمیدن و آسوده بودن با ندانستن است. آیا افرادی را می شناسی که به نظر می رسد وظیفه اصلی آنها در زندگی بدبخت کردن خودشان و دیگران و انتشار ناراحتی باشد؟ آنان را ببخش، زیرا این افراد نیز در بیدار کردن بشریت سهیم هستند. نقشی که آنها بازی می کنند این است که کابوس آگاهی خود محور، یعنی حالت عدم تسلیم را به بارسترین شکل نشان می دهند. به دل نگیر، وجود حقیقی آنها این نیست. می توان گفت که تسلیم جا به جای درونی از مقاومت به پذیرش و از نه به بله است. هنگامی که تسلیم می شوی، مفهومی که از خودداری، از هویت واکنشی یا داوری ذهنی جا به جا می شود و به فضای پیرامون واکنش یا داوری تبدیل می گردد. تو از جایی که خود را با شکل، یعنی فکر یا عاطفه، یکی می دانی، به بودن و تشخیص خود به عنوان آنچه که هیچ شکلی ندارد، یعنی هوشیاری گسترده، منتقل می شوی. هرچه را که به طور کامل بپذیری، از جمله پذیرفتن این که نمی توانی بپذیری و در حال مخالفت هستی، تو را به آرامش می برد. زندگی را رها کن، بگذار باشد. فصل 7، طبیعت. ما فقط برای بقای جسمانی به طبیعت متکی نیستیم. ما به طبیعت نیاز داریم تا راه خانه، راه خروج از زندان ذهن‌های من را نشان دهد. ما در انجام دادن، فکر کردن، به یاد آوردن و پیش بینی کردن گم شده ایم. ما در هزار توی پیچیدگی و جهانی از مشکلات گم شده ایم. آنچه را سنگ ها، گیاهان و حیوانات هنوز می دانند، فراموش کرده ایم. فراموش کرده ایم که چگونه باشیم، آرام باشیم، خودمان باشیم، آنجا که زندگی هست باشیم، اینجا و اکنون. هرگاه تو جهت را به هر چیز طبیعی، هر چیزی که بدون دخالت بشر به وجود آمده است، معطوف می کنی، از زندان تفکر ذهنی خارج می شوی و تا حدودی در حالتی از وصل با وجود که هنوز همه چیز به صورت طبیعی در آن زندگی می کند شرکت می جویی. معطوف کردن توجه به سنگ، درخت یا حیوان
به این مفهوم نیست که به آن فکر کنی، بلکه فقط آن را مشاهده کن و در هوشیاریت نگاه دار. آنگاه چیزی از ذات آن پدیده به تو منتقل می شود. می توانی احساس کنی که چه ساکن است و با این کار همان سکون در درون تو پدید می آید. احساس می کنی چه عمیق در وجود آرمیده است، چه کامل و آنچه که هست و آنجا که هست یکی شده، و با درک این نکته تو نیز در اعماق وجودت به همان آرام کده می رسی. هنگامی که در طبیعت قدم می زنی یا می آرامی، به طور کامل در آنجا باش و آن قلمرو را محترم بشمار. ساکن شو، بنگر و گوش بسپار. ببین چگونه هر حیوان و هر گیاه کاملا خودش است. آنگاه برخلاف انسانها خود را دوشقه نکرده اند. آنها از طریق تصاویر ذهنی که از خود دارند زندگی نمی کنند و در نتیجه مجبور نیستند نگران تلاش در راه حفظ و تقویت آن تصاویر ذهنی باشند. گوزن خودش است، گل نرگس خودش است. تمام پدیده های طبیعت نه تنها با خودشان یکی هستند، بلکه با کل نیز یگانگی دارند. آنها با این ادعا که موجودی مجزا هستند، خود را از بافت کل جدا نکرده اند. آنها نمی گویند من و بقیه جهان. مشاهده طبیعت می تواند تو را از من فتنگر رها سازد. نسبت به صداهای ظریف و بیشمار طبیعت هوشیار باش. خشخش برگ‌ها در باد، ریزش قطره‌های باران، وزوزه حشره‌ها، نخستین چهچهه پرندگان در صبحگاهان، خود را به طور کامل در اختیار گوش سپردن قرار ده. فراتر از صداها چیزی بزرگتر وجود دارد، تقدسی که نمی توان از طریق فکر آن را فهمید. تو بدنت را نیافریده ای و قادر نیستی کارکرد آن را کنترل کنی. شعوری بالاتر از ذهن بشر در کار است، همان شعوری که تمامی طبیعت را حفظ می کند. با هوشیار بودن به میدان انرژی درونی، یعنی حس کردن زندگی و حضور حیات بخش در بدن، تا آنجا که ممکن است به آن شعور نزدیک می شویم. بازی گوشی و شادی یک صد، عشق بی قید و شرطش و آمادگی این موجود برای تجلیل کردن زندگی در هر لحظه، اغلب با حالت درونی صاحب سگ به شدت تفاوت دارد. صاحب سگ افسرده، نگران، زیر بار مشکلات، گمگشته در افکار و غایب از تنها مکان و زمان موجود، یعنی اینجا و اکنون است. انسان به این فکر می افتد که سگ در کنار این شخص چگونه می تواند این همه متعادل و پرنشاط باقی بماند. هنگامی که به طبیعت فقط از طریق ذهن، از طریق تفکر می نگری، نمی توانی حیات یعنی بودنش را حس کنی. تو فقط شکل را می بینی و از زندگی درون شکل آن راز مقدس آگاه نیستی. فکر طبیعت را به کالایی در راه کسب پول، دانش یا منافع دیگر تقلیل می دهد. جنگل کهن به الوار تبدیل می شود، کبوتر به پروژه پژوهشی و کوه به چیزی که باید درونش حفاری کرد یا آن را فتح نمود. هنگامی که طبیعت را مشاهده می کنی، با گذار فضاهایی از بیفکری و بیذهنی حضور داشته باشند. هنگامی که به این شیوه نزد طبیعت می روی، به تو پاسخ می دهد و در تکامل آگاهی بشر
و سیاره شرکت می کند. بنگر که یک گل چه اندازه حضور دارد، چه اندازه تسلیم زندگی است. آیا هیچگاه به گیاهی که در منزل داری به راستی نگریسته ای؟ آیا اجازه داده ای که آن موجود آشنا و در این حال اسرارآمیزی که گیاه می‌خوانیمش رازهایش را به تو بیاموزد؟ آیا توجه کرده ای که از چه آرامش جرفی برخوردار است؟ چگونه در احاطه میدانی از سکون قرار دارد؟ همین که متوجه سکون و آرامشی که گیاه منتشر می کند شوی، آن گیاه آموزگار تو می شود. به حیوان، گل یا درختی بنگر و ببین که چگونه در وجود آرامیده است. هر موجودی طبیعت خود را می پذیرد و وقار بیگناهی و تقدس بسیار دارد. اما برای آنکه این ویژگی ها را ببینی، باید به ورای عادت ذهنی نامگذاری و برچسب گذاری بروی. همین که فراسوی برچسب های ذهنی را بنگری، بعد و اسناپذیر طبیعت را که از طریق فکر قابل درک و از طریق حواس قابل دریافت نیست، احساس خواهی کرد. همان هماهنگی و تقصدی که نه تنها کل طبیعت را فرا گرفته، بلکه در درون تو نیز هست. هوایی که تنفس می کنی طبیعت است. روند تنفس هم همینطور. به تنفست توجه کن و دریاب که تو این کار را انجام نمی دهی. این نفس طبیعت است. اگر قرار بود نفس کشیدن را به یاد داشته باشی، خیلی زود می مردی و اگر سعی می کردی جلوی تنفس را بگیری، طبیعت بر تو پیروز می شد. هوشیار شدن به تنفس و نگهداری توجه بر آن قدرتمندترین و عمیق‌ترین شیوه برقراری ارتباط با طبیعت است. این کار بسیار التیام بخش و نیرومند است و موجب جابجایی آگاهی از جهان ذهنی فکر به قلمروی آگاهی نامشروط می شود. به طبیعت نیاز داری تا آموزگار تو شود و یاریت کند تا دوباره با وجود متصل شوی. اما نه تنها تو به طبیعت نیاز داری، طبیعت هم به تو نیاز دارد. تو از طبیعت جدا نیستی. همگی ما بخشی از آن یگان زندگی هستیم که خود را به اشکال بیشمار در سراسر هستی جلوه‌گر می‌سازد. شکل‌هایی که همگی به گونه‌ای کامل با هم مرتبط هستند. هنگامی که تقدس، سیبایی، سکوت و وقار اعجاب‌آوری را که منزلگاه هر گل یا درختی است در می‌یابی، به گل یا درخت چیزی می افزایی. از طریق شناخت و هوشیاری تو، طبیعت هم به شناخت خیش دست می یابد. طبیعت از طریق تو زیبایی و تقدس خود را در می یابد. فضایی پهناور و خاموش تمامی طبیعت را در آغوش گرفته است. همان فضا تو را نیز در بر دارد. فقط هنگامی که در درون ساکن هستی، به قلمروی سکونی که صخره‌ها، گیاهان و حیوانات در آن منزل دارند دسترسی پیدا می‌کنی. فقط هنگامی که ذهن پرهمهمه تو آرام بگیرد می‌توانی به گونه‌ای عمیق با طبیعت ارتباط برقرار کنی و به برای آن احساس جدایی که از تفکر بیش از حد ناشی می‌شود بروی. فکر کردن مرحله‌ای از تکامل زندگی است. طبیعت در سکون محسومانی که از پذیرش فکر قدیم تر است وجود دارد. درخت، گل، پرنده و صخره متوجه زیبایی و تقدس خود نیستند. هنگامی که انسان‌ها ساکن می‌شوند، به ورای فکر می‌روند. بعد دیگری از دانستن و هوشیاری در سکونی که
ورای فکرس وجود دارد. طبیعت می تواند تو را به سکون بیاورد. این هدیه طبیعت به توست. هنگامی که حوزه سکون را در میابی و در آن به طبیعت می پیوندی، آگاهی تو در آن حوزه پخش می شود. این هدیه تو به طبیعت است. طبیعت از طریق تو متوجه خود می شود. گویی که میلیون ها سال در انتظار تو بوده است.